سرخط خبر. کرونا و محرم زمان تصمیم‌های سخت برای دولت ایران. روحانی می‌گوید عزاداری‌ها با رعایت مقررات بهداشتی برگزار شود. انتقاد نماینده آمریکا از موضع تهران در قبال افغانستان. زلمه‌های خلیل‌زاد می‌گوید ایران از روند صلح به اندازه کافی حمایت نمی‌کند. بالا گرفتن تنش نزدیک بلندی‌های جولان، ارتش اسرائیل به تلافی شلیک خمپاره اهدافی در مرز سوریه را هدف قرار داد. و رفیقی که یک شبه میلیونر شد ولی زیر قولش نزد. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی فارسی. به گفته وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته بیماری کووید 19 جان 195 نفر رو گرفته. با بالا گرفتن دوباره شیوع کرونا در ایران، مقام‌های بهداشتی با چالشی تازه روبرو شدند. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بهداشتی از دولت خواسته بودند مراسم ماه محرم رو متوقف کنه، حسن روحانی رئیس جمهوری امروز گفت عزاداری‌ها و ضوابط بهداشتی باید هر دو در کنار هم انجام شود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ما که از روزای سخت‌تر از این نترسیدیم، کرونا رو هم شکست می‌دیم. این آوازهای مذهبی برای قوت قلب دینداران است، ولی حاوی یک هشدار هم هست. مبادا به خاطر محرم کرونا را جدی نگیرید. کی میگه هیئت هامون تعطیله؟ کی میگه ناامید و مایوسیم؟ چند وقت جای روزه درگیره، جنگیدن با ویروس منحوسیم. مذهب کرونا را شکست نداده، ولی به نظر میرسد کرونا برای گروهی از مذهبی‌ها چالش جدی ایجاد کرده. جلوی عزاداری‌ها را گرفتن کار دشواری است. مجاب کردن عزاداران به رعایت نکات ایمنی ساده‌تر است. احب الله من احب حسینا، اصلا عشق امام حسین چیز دیگری هست. و شاید به همین خاطر رئیس جمهوری ایران امروز دقایق زیادی را به بیان اهمیت محرم گذراند. تا وقتی به توصیه‌های بهداشتیش رسید گوش‌ها شنوا باشند. امسال ماسک هم جزو اون شکوهه، امسال اون فاصله هم جزو شکوهه، امسال عدم تجمع و تراکم در یک مکان هم جزو اون شکوهه. موج دوم کرونا در زمانی به ایران بازگشته که تقویم مذهبی شلوغ است. معاون وزیر بهداشت امروز را در خراسان گذراند با این توصیه کم سابقه که ترحم بر حیوانات کمک به جان انسان هاست. توصیه اکید میکنم که از قربانی کردن و تجمع شدیداً اجتناب کنن و اون گوشت یا اون مواد غذایی که هست به صورت جیره خوش و بسته‌بندی توزیع کنن. اگر کسی در خراسان به فکر تیز کردن چاقوهایش است، معاون وزیر بهداشت برایش این آمار را داشت. و در یک ماه گذشته ما افزایش 300% موارد بستری را داشتیم. اهل عالم با اینکه عید قربان و تاسوع و عاشورا میتواند کرونا را بیشتر شیوع دهد، اما صدای بلندتر هشدارها برای تعویق کنکور شنیده میشود. سه آزمون بزرگ تحصیلی قرار است در مرداد ماه برگزار شوند. خیلی ها میگویند این آزمون ها را به تعویق بیاندازید. خیلی ها هم نمیخواهند این اتفاق بیفتد. آزمون های تحصیلی هرچه باشند با آماری نزدیک به 200 کشته در روز، آزمون اصلی مبارزه با کرونا است. مبارزه در شرایطی که ترس خیلی از انسان ها از ویروس کرونا ریخته، هرچند این ویروس گویی تازه دست به کار شده. اگر می شود هم با کرونا مبارزه کرد هم اقتصاد را چرخاند، شاید بتوان سنت های مذهبی را هم به جا آورد. روزه یواشکی نرفته بودیم، به شرط آنکه یا حسین ها فعلا طور دیگری گفته شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. سیاوش
سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار از مشهد با ما هست. آقای مظفر مقدم، در پکیج و گزارش سیاوش هم شنیدیم صحبت‌های آقای حریچی رو که میگه موارد بستری، نه فقط موارد ابتلا، موارد بستری 300% در مشهد افزایش داشته. وضعیت به نظر میرسه که در مشهد خیلی خطرناک است. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان بینندگانتون در هر کجای ایران و جهان که هستن. بله، با توجه به این شرایطی که اخیراً پیش آمده، آقای حریچی هم در مشهد بودن، توضیح دادن که در یک ماه گذشته رشد 300% موارد بستری در بیمارستان ها و مراکز درمانی رو داشتیم که 20% از اینها مسافرانی بودن که از شهرهای دیگه وارد مشهد شده بودن، یعنی بومی شهر مشهد نبودن. علاوه بر اینکه این نکته رو باید عرض بکنم که در بسیاری از مراکز درمانی مشهد امروز پرستاران و پزشکان و کادر درمانی اون بیمارستان ها و مراکز درمانی متاسفانه درگیر بیماری کرونا شدن. بعضی ها برای بار دوم هستش که این بیماری رو بهش مبتلا شدن. بنابراین طبق گفته مقامات بهداشتی و آمارهایی که امروز وجود داره و همچنین مشاهدات میدانی، در حقیقت میشه گفت مشهد در وضعیت مافوق قرمز قرار داره، یعنی از وضعیت هشدار هم از قرار عبور کرده. و با توجه به این به اصطلاح ایام عزاداری و مناسبت‌های مذهبی در عاشورا که در واقع در پیش رو هستش، من فکر می‌کنم که این زنگ خطر باید به صدا در بیاد، هم برای مردم ما و هم برای مسئولین استانی و به نوعی میشه گفت مدیریت شهری مشهد. این مدیریت شهری متاسفانه تا حالا موفقیت زیادی شاید کسب نکرده باشه. به نظر میرسه که به هر حال مسائل اقتصادی به خصوص برای شهرهایی که توریست حالا یا مذهبی یا توریست به نوع دیگه دارن، این تصمیم سخت‌تره، چون این تصمیم برابر هست با این که به لحاظ اقتصادی هم اون شهرها آسیب زیادی میبینن. ولی چقدر در شهر عملاً و بین مسئولان شهری میبینید که همونطور که خودتون گفتید با توجه به اینکه ایام ماه محرم در پیش هست، چقدر می‌بینید که واقعا عقلانیت به کار گرفته میشه برای اینکه حداقل از حضور در جاهایی که شلوغ هست مردم رو جلوگیری کنن؟ بذارید من این نکته عرض کنم خدمتتون. به نظر من نقطه عطف مدیریت کرونا در مشهد برمیگرده به اسفند ماه سال 98 تا خرداد ماه امسال و به نوعی تجربه تعطیلی حرم امام رضا در مشهد که آستان قدس این حرکت درست رو در اون موقع انجام داد. کل حرم امام رضا تعطیل شد. در واقع بسیاری از افرادی که به مشهد آمده بودن برای زیارت، خب از جهتی که حرم تعطیل بود برگشتن به شهرهای خودشون و عملا میشه گفت ما تا اواخر اردیبهشت یک کاهشی در شیوع کرونا داشتیم. به نظر من نهادها و تشکل‌های مذهبی و عرضم به حضورتون که کسانی که در این حوزه فعال هستن میتونن با آستان قدس رضوی در این زمینه تأثیر بکنن و بعد نکته ای که هستش این هستش که حوزه مجازی رو تقویت بکنن، چون امروز هر مناسبتی هم از عزاداری، نمیدونم گرد همایی، حتی مهمانی های کوچکی که مردم پیش از این داشتن، اینها منجر شده متاسفانه به شیوع گسترده تری. بنابراین ما تو یک ماه گذشته ببینیم که وضعیت کرونا در مشهد خیلی به نوعی میشه گفت وخیمتر از به اصطلاح اردیبهشت و خرداد شده. بنابراین من تصور میکنم با توجه به نزدیکی ایام عزاداری و عاشورا بهتر هستش که این حوزه مجازی تقویت بشه و افراد از بنای حضور گسترده در مکانها و محافلی که امکان داره این شیوع رو سرعت بده و گسترشش رو بیشتر بکنه بنای خودداری بکنه. و بعد نکته مهمتر در راستای هماهنگی مدیریت شهری مشهد هست با تشکل‌ها و نهادهای مذهبی. متاسفانه در دورانی هم که کرونا اوج گرفته بود، مدیریت شهری ناتوان بود از اینکه ورود و خروج ها و تردد ها رو به نوعی کنترل کنه به مشهد. ما روزانه تعداد زیادی زائر رو یا مسافر رو داشتیم که اینا وارد شهر مشهد می شدن. یکی از اون اقدامات عاجلی که لازم هست مخصوصا در این ایام دشوار این هستش که حداقل از ورود و خروج به نوعی مسافرین به مشهد یا محدود بشه یا کلن جلوش گرفته بشه تا به صراحت عرضم بزرگتون از این شیوع گسترده جلوگیری بشه و این زنجیره بشکنه. ممنونم از شما سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار از مشهد ما. در آسیای میانه تعداد افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شدن نسبت به دو ماه قبل بیشتر از 10 برابر شده و به حدود 140,000 نفر رسیده. بر اساس گزارش‌های رسمی، کووید 19 در کشورهای این منطقه جان بیش از 2,000 نفر رو گرفته، اما این کشورها با وجود موج تازه بیماری به نظر میرسه بیشتر نگران پیامدهای اقتصادی اون باشن. خبرنگار ما سهراب ضیا از شهر دوشنبه در این باره گزارش می‌دهد.
یکی از مکانهای در شهری بیشکک پایتختی قرقیزستان که به ارائه خدمات تدفین مشغول است. اینها منتظری تحویل پیکری بستگانشان هستند. هفته های اخیر موارد مرگ از بیماری کووید 19 در قرقیزستان یک بار زیاد شده. برادرم فوت کرده. روز دومه که پیکر اونو به ما تحویل نمیدن. پس از لغو محدودیت ها در ماه گذشته، اینجا در پایتخت قرقیزستان بیماری کووید 19 دوباره اوج گرفت. هر روز صدها مورد جدید ابتلا و ده ها مرگ ثبت می شود. تا حالا بیش از 31,000 نفر در قرقیزستان با کرونا مبتلا شده و بیش از 1,200 نفر جان دادند. حدود 10% مبتلایان را پزشکان تشکیل می دهند. در قزاقستان هم اوضاع وخیم است. بالاترین شمار مبتلایان با کرونا در آسیای میانه در این کشور شناسایی شده، نزدیکی 80,000 نفر. تعداد جانباخته ها هم بالای 600 نفر گزارش شده. موج تازه ویروس در ازبکستان، پرجمعیت ترین کشوری آسیای میانه هم بیداد میکند. در شهر تاشکند این روزها 74 بیمارستان شبانه روزی فعالیت میکنند. هر روز صدها نفر و جمع مبتلایان در این کشور اضافه می شود. شماری کلی مبتلایان در ازبکستان به 20,000 نفر نزدیک شده و بیماری کووید 19 جانی بیش از 100 نفر را در این کشور گرفته. تاجیکستان پس از 3 ماه شیوع کرونا در این کشور از ابتلای بیش از 7,000 نفر و مرگ نزدیک 60 نفر خبر داده. تاجیکستان تنها کشور در آسیای میانه است که برای نزدن ماسک در اماکن عمومی افراد را جریمه می کند. عدم رعایت فاصله اجتماعی و تدابیر بهداشتی و نزدن ماسک در اماکن عمومی باعث شیوع دوباره کرونا در آسیای میانه شده. بسیار مانند این پزشک در شهر بیشکک از گسترش دوباره کرونا سخت نگرانند. درک میکنم که اعمال محدودیت ها بر اقتصاد کشور فشار وارد میکنه، اما چاره جز این نیست و ما طرفدار تعطیل کامل کشور هستیم. تا این جای کار بحران کووید 19 به اقتصاد کشورهای آسیای میانه ضربه جدی وارد کرده. طبق پیشبینی ها تولید ناخالص داخلی در این کشورها امسال کاهشی چشمگیر خواهد داشت. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. نسخه کامل این گزارش رو در برنامه 60 دقیقه امشب ببینید. اما شیوع ویروس کرونا در آمریکا به بالاترین سطح از زمان شروع این بحران رسیده. همزمان کشورهایی مثل کره جنوبی، هند، برزیل و اسپانیا هم شاهد گسترش دوباره ویروسند. اونچه با عنوان موج دوم کرونا شناخته میشه. در بریتانیا هم نخست وزیر گفته این احتمال وجود داره که این کشور خیلی دیر به فکر اعمال محدودیت افتاده باشه. کسرا ناجی گزارش میده. در بعضی از شهرهای آمریکا بیمارستان ها پر است از بیماران کووید 19. تعداد روزانه مبتلایان به بالاترین رقم تا کنون رسیده است. روزانه بیش از 78,000 نفر. این پرستار میگوید مثل باقی همکارانش سعیش در نجات دادن بیمار هاست، اما وقتی دیگر ممکن نیست، تنها دلداری از یکدیگر است که او را به ادامه کار تشویق میکند. رئیس جمهوری آمریکا که تازگی آن هم با بی‌علاقگی زیاد به پوشیدن ماسک روی آورده، شاهد پایین آمدن زیاد میزان محبوبیتش بوده که بخشی از آن به علت عمل کرده است در مواجهه با بحران کرونا. او حالا میگوید اوضاع از لحاظ کرونا در آمریکا قبل از آن که بهتر شود بدتر خواهد شد. این نمودار مبتلایان روزانه در آلمان، در ایتالیا و در بریتانیا در مقایسه با آمریکا، وضعی به مراتب بدتر از این کشورها. آمریکا امروز از لحاظ شدت شیوع و تعداد فوتی ها بحرانی ترین نقطه دنیا است و بعد از آن برزیل و هند. در برزیل که تعداد روزانه مبتلایان همچنان با سرعت زیاد رو به افزایش است، چند روز پیش به بالاترین رقم رسید
تقریبا 65 هزار نفر در روز. رئیس جمهوری این کشور که یکی از مقلدان دونالد ترامپ است، خودش امروز بعد از ابتلا به کووید 19 در قرنطینه است. او میگوید حالش خوب است و رو به بهبود و با اشاره به کشور میگوید اگر این روند ادامه پیدا کند و کسب و کار تعطیل بماند، ما با کشوری پر از مردم فقیر روبرو خواهیم بود. در هند، جایی که علارغم تلاش ها فاصله گیری های اجتماعی دشوار است، تعداد مبتلایان روزانه به 49 هزار نفر رسیده، بالاترین رقم تا کنون، و تعداد فوتی ها هم رو به افزایش است، 761 نفر تنها دیروز. در بریتانیا نخست وزیر بوریس جانسون دیروز در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفت احساس او این است که وقتی محدودیت ها را اعمال کرد که کمی دیر شده بود. در بریتانیا دولت با کاهش محدودیت ها در تئاتر ها را هم باز کرده است، البته با تماشاچیان محدود. کسرانجی، بی بی سی. نگاهی دوباره با هم بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته عزاداری های ماه محرم و رعایت پروتکل های بهداشتی هر دو در کنار هم باید انجام شود. نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان گفته ایران از روند صلح در این کشور حمایت کافی نمی کند. در ادامه این برنامه، رفیقی که یک شبه میلیونر شد ولی زیر قولش نزد. زمان خلیزاد نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان گفته ایران از روند صلح در این کشور حمایت کافی نمی کند. به گفته آقای خلیزاد، ایران به خاطر اختلافاتی که با آمریکا دارد از گفتگوهای بین افغانی و ایجاد ثبات در افغانستان استقبال نکرده. پیش از این عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته بود تهران به نیت آمریکا در روند صلح افغانستان شک دارد. فردین هاشمی رئیس مرکز مطالعات توسعه افغانستان از کابل با ما هست. آقای هاشمی، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. فکر می‌کنید منظور آقای خلیزاد وقتی که میگه ایران حمایت نمی‌کنه چه هست؟ یعنی چه اقدامات عملی ایران میتونه انجام بده که نداده؟ ببینید، افغانستان از لحاظ امنیتی از سه منطقه تحت تاثیر است: منطقه جنوب آسیا، منطقه شرق میانه و آسیای مرکزی. در واقع سه نظم منطقه روی امنیت در افغانستان تاثیرگذار هستند. جمع قدرت‌های کلانی که در مسائل امنیتی افغانستان دخیلند. در حوزه شرق میانه میشه گفت که ایران نقش اساسی داره ایفا میکنه در مسائل امنیتی در افغانستان، در رقابتی که با عربستان سعودی داره. و در این زمان افغانستان به منطقه‌ای برای ایران تبدیل شده که میتونه ایالات متحده آمریکا به تحت چالش بکشونه. میشه گفت که رفتاری که ایران انجام میده بیشتر به دنبال ایجاد چالش برای ایالات متحده آمریکا در روند صلح به منظور مذاکراتی است که مستقیما ایران و آمریکا باید دیگر دارن در آینده پیشرو در خصوص مسائل امنیتی و مسائل تحریم ها. به نحوه شکل غیر مستقیم افغانستان فضایی است که ایران میتونه در اون چالش برای ایالات متحده آمریکا ایجاد کنه، خصوصا در روند صلحی که ما پیشرو داریم. در این فکر می‌کنید که ایران عملا می‌خواد کارت‌های بازی خودش رو در مذاکراتش با آمریکا بهتر بکنه و با استفاده از افغانستان؟ در زبانن حداقل ایران این رو نمیگه و اونها میگن که ما از صلح حمایت می‌کنیم، ما از طالبان خواستیم که با دولت وارد مذاکره بشن. ببینید، بحث مطرح هست، ولی در واقع وقتی که شما روندی که در مذاکرات صلح می‌بینید، نقش اساسی ایالات متحده آمریکا ایفا میکنه و نقش در سطح منطقه پاکستان میشه گفت کشور تاثیرگذار اصلی است. اما تلاش است که این بازی افغانستان در افغانستان شده است نقش پیدا کنه از یک طرف و از اون طرف دیگه بتونه ایالات متحده آمریکا در مذاکراتی که دارن در واقع یا چالش هایی که صورت میگیره به سطح منطقه مسائل آسان‌تر حل بسازه. میشه گفت نقطه اساسی که ایران بهش تمرکز داره بیشتر عراق است، اما افغانستان به عنوان منطقه شناخته میشه در سیستم اقتصادی ایران جایی میتونه آقای هاشمی، معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم، اما ارتباط ما متاسفانه با شما اشکال داره و پوزش هم میخوام بابت کیفیت بعد صدا. ممنونم از وقتی که به ما دادید. فردین هاشمی رئیس مرکز مطالعات توسعه افغانستان.
اسرائیل میگوید هلیکوپترهایش به اهدافی در سوریه حمله کردند، از جمله به قرارگاه دیدبانی نیروی هوایی این کشور. در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل منتشر کرده گفته شده این حمله در پاسخ به شلیک خمپاره از سوریه بوده. رسانه‌های سوریه میگویند پیش از نیمه شب دیشب به وقت محلی اسرائیل 3 نقطه در قنیطره در نزدیکی مرز اسرائیل رو هدف قرار داده که بر اثر اون 2 نفر آسیب جزئی دیدند. پیشتر با علی صدزاده کارشناس مسائل جهان عرب صحبت کردم و از اون پرسیدم آیا شاهد زیاد شدن تنش‌ها بین اسرائیل و سوریه هستیم؟ این تنش وجود داره و اینکه آیا این تنش و داره هر روز هم طور شما گفتید افزایش پیدا میکنه و اینکه حالا به یک برخورد نظامی روبروی حزب الله و اسرائیل میانجامه، این رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم. من حدس میزنم حزب الله مایل نیست، اسرائیل هم مایل نیست که به این صورت باز وارد با ارتش وارد لبنان بشه، ولی مسئله طوری که خیلی چیزها هم همه دست خود اسرائیل بیرون است و همه دست حزب الله. مثلا همین اتفاقاتی که دیشب افتاده که شما گفتید که اسرائیل اعلامیه داده که ما به ارتش سوریه در جنوب این کشور حمله کردیم، چون این پاسخ ما به حملات خمپاره‌ای بوده که روز گذشته از مبدأ سوریه اومده. همه اینها و تازه این حملات خمپاره‌ای هم ظاهرا حزب الله پشت این داستان بوده، نه ارتش سوریه. حزب الله هم به خاطر این پشت این حمله بوده که قول داده بوده به مردم جنوب لبنان که انتقام خون یکی از فرماندهان حزب الله که روز دوشنبه گذشته در حمله هوایی کشته بود که بگیره، و این و تشییع جنازه بزرگی برگزار کرده بودن برای این فرمانده و در حقیقت رهبری حزب الله خودش رو در یک به اصطلاح فشار افکار عمومی که خودش ساخته بود میدید، به همین علت دست به این حملات خمپاره‌ای که عملا خسارتی وارد نیاورد به اسرائیل دیروز بعد از ظهر و بعدم باعث شد که اسرائیل این حملات رو انجام بده. ما با یک سلسله از به اصطلاح تنش‌های کوچک کوچکی روبرو هستیم که اگر نتونن طرفین کنترل کنن ممکن است به یک حملات بزرگتری بیانجامد. گرچه فرمودید که حزب الله هم علاقه‌ای به ادامه این درگیری نداره، اما اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه فکر می‌کنید که ممکنه گروه‌ها یا کشورهای دیگری رو هم در مناطق مرزی که می‌بینیم، این منطقه قنیطره مثلا جایی است که منطقه مرزی است، فکر می‌کنید کشورهای دیگر رو ممکنه درگیر بکنه؟ بدون شک. جالب این است که فرمانده ارتش آمریکا دیروز بلافاصله قبل از اینکه حملات انجام بگیره به اسرائیل رفت، یک مسافرت اعلام ناشده‌ای، و بعد هم وزیر خارجه فرانسه که الان در لبنان بوده تا به امروز 2 روزه که در لبنانه هشدار داده که مبادا این کارهایی که انجام میگیره باعث بشه که کشور لبنانی که الان در حقیقت در حال ورشکستگی کامل از نظر اقتصادی درگیر نظامی با اسرائیل بشه، به خصوص که اسرائیل گفته که اگر این بار حملات حزب الله به ما انجام بگیره ادامه پیدا کنه ما حزب الله رو به تنهایی مسئول نمیدونیم، بلکه کل لبنان رو مسئول میدونیم و ارتش لبنان رو مسئول میدونیم. از طرف دیگه نه فرانسه نه آمریکا مایل نیستن که این ارتش لبنان که به هر حال سعی میکنه که از نفوذ حزب الله یه مقدار جلوگیری بکنه وارد این درگیری های با اسرائیل بشه. یعنی ما در حقیقت در یک تنش، مجموعه تنش هایی قرار داریم که اگر بتونن کنترل کنن، که هم حزب الله میخواد کنترل کنه هم اسرائیل میتونه کنترل کنه، میتونه در همین سطح برخورد های کوچک بماند، ولی اگر نتونن میتونه یک حالت دیگری بگیره. مثلا فرض کنید اگر این داستان هواپیماهای ایران، هواپیمای ماهان ایران در سوریه و به اصطلاح توسط ارتش آمریکا و غیره، این اگر از کنترل خارج میشد اون وقت ما با در شرایط دیگری در کل اون منطقه بودیم. علی صدزاده بود. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه بدیم. نیروهای دولتی آمریکا وارد ساختمان کنسولگری چین در شهر هیوستون تگزاس شدند. دولت دونالد ترامپ پیشتر دستور تعطیلی این کنسولگری را صادر کرده و به چین 3 روز مهلت داده بود این ساختمان را تخلیه کند. آمریکا گفته این کنسولگری در عملیات جاسوسی و سرقت اطلاعات پزشکی نقش داشته. پکن این اتهام را رد کرده و در مقابل دستور داده کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو در جنوب غرب چین تعطیل شود.
قاضی پرونده فساد در پتروشیمی ایران از ضبط وثیقه یکی از متهمان متواری این پرونده خبر داد. اسدالله مسعودی مقام گفته مراحل ضبط وثیقه علی اشرف ریاحی داماد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت معدن و تجارت آغاز شده. او همچنین گفته اسنادی در اختیار دادگاه است که نشان می‌دهد به بعضی از متهمان توصیه شده در دادگاه حاضر نشوند. به گفته مقام‌های قضایی 5 نفر از 15 متهم این پرونده که برای اختلاس بیش از 6.5 میلیارد یورو محاکمه می‌شوند متواری شدند. شهرداری تهران میگوید وزارت بهداشت پروانه کلینیک سینا را بدون رعایت مقررات ملی ساختمان صادر کرده. حدود 4 هفته پیش در جریان آتش سوزی در این درمانگاه 19 نفر کشته و 14 نفر مصدوم شدند. شهرداری منطقه 1 تهران گفته این ساختمان فقط جواز کاربری مسکونی داشته. بهاره هدایت فعال دانشجویی به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. خانم هدایت در حساب توییترش نوشته به خاطر شرکت در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراین دادگاه انقلاب به او 4 سال حبس تعزیری داده. این فعال دانشجویی همچنین گفته بابت توییت‌هایش به جرم تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده. اما بعد از خبرهای مختلفی که شنیدیم یه خبر خوشایند هم بشنویم. خبری که شاید بهترین تیترش این باشه که آدم و قولش. تانیا دندریوز در گزارشش از مردی میگه که یک شبه میلیونر شد اما قولی که به دوستش داده بود یادش نرفت. رویا به حقیقت پیوسته. خنده و شادی و یه چک 22 میلیون دلاری. آدم هر روز لاتاری نمیبره. تجربه عجیبی بود. یکی دوتا شماره اول رو دیدم و خوشکم زد. بعد دادمش به زنم و اونم خوشکش زد. منم بهش گفتم دستم انداختی؟ دوستی که یه عمر دوام داشته، پس تردیدی وجود نداشت که به قول لفظی که تقریبا 30 سال پیش به هم داده بودند عمل میکنند. قول قوله. گفتیم هر کی لاتاری رو ببره با هم نصف میکنیم. هر هفته می‌خریدیم و فکر نمی‌کردیم که ببریم. اما اتفاق افتاد. شانس بردن جکپات در لاتاری پاوربال 1/292 میلیونه. این دو برنده خوش شانس برنامه‌های بزرگی ندارند اما می‌خوان از بازنشستگی و وقتشون با خانواده‌هایشون نهایت استفاده و لذت رو ببرن. تانیا دندرینوس، BBC نیوز. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر باشم.